وقتی زنش پیر شد چجوری میتونه ولش کنه خونه مادرشو بره؟ نمیشه داداش، اصلا امکان نداره. دختر به من نگاه کن. چی کار کردی؟ ها؟ بگو چی کار کردی که کسی که تا دیروز از سایت میترسید امروز اینجوری ذلیلت کرده؟ داداش با هم به تفاهم نرسیدی. ببین داره چی میگه به تفاهم نرسیدی؟ پس تو این 20 سال چجوری زندگی کردی که حالا نتونستی ها؟ راست میگه. داری چی میگی؟ کازم فکر کنم این دختر حتما یه دسته گلی به آب داده. من خودم زبون این دخترم. اصلا چرا دارم با این سر کله میزنم؟ داداش ازت خواهش میکنم سراغ جاهد نرو. نمیرم سراغ جاهد. پس میخوای دست رو دست بذارم همینجوری بشینم و نگات کنم؟ بعد از چند سال زندگی مشترک همینجوری بیاد و خواهرمو بندازه پشت درو بره؟ اگه تو یه مشکلی داشته باشی میگم خدایا شکرت، اینطور نیست. داداش مشکل رو بزرگترش نکن، خواهش میکنم این کارو نکن. زن داداش خواهش میکنم تو یه چیزی بهش بگو، قربونت برم یه چیزی بگو. والا من نمیتونم چیزی بهش بگم نازان جون. شوهر منه ولی داداش خودته. الان میره و مورو از ماس میکشه بیرون. اونقدرام بی کس و کار که نیستی. نازان مگه آدم اینقدر بی غیرت میشه؟ نمیشه جونم. چطوری میتونه بیاد خواهرمو بندازه پشت درو بره؟ حازم بریم. بریم داداش. این موضوع بزرگتر میشه، خیلی بزرگ میشه. وای گیت وای، نمیتونه از یه بچه مراقبت کنه بعد حرفم میزنه. آره مامان، فقط صبر کن. تمام بی‌عدالتی که ایگی در حقم انجام داده وقتی پسرم بزرگ بشه دونه دونه ازش تقاص میگیره. فقط صبر کن، این روزا میتونه بهترین روزای زندگیش باشه. اجلال مرت بهت اعتماد کرده، بهش فشار نیار. هر جوری هم که باشه حق با اون، قلبش کوچیکه. ارزش اینو نداره که زیاد فکرشو به هم بریزی و بهش فشار بیاری. مامان، برای فعلا بهترین سلاح من مرت. اوه، مادر و دختر در حال غیبت کردنن. زود باشین دیگه. البته بعد از اینم میخوای اینجا بمونی؟ آره. اجلال چطوری؟ ها؟ اینجوری به هم نگاه نکن. زود باش به هم بگو که بچت چند ماهشه که وقتی به دنیا اومد با بچم کشتی بگیره. تو داری واسه خودت چی میگی؟ بذار ببینم. نه دختر، تا 9 ماهگی هم بدنت همینجوری لاغر میمونه. آی مثل اسکلت میمونی. نگات که میکنم دلم خیلی برات میسوزه. مامان این داره چی میگه؟ باش اجلال، تو حرفاشو گوش نکن. دختر بچت گناه داره، براش ضرر داره، کمی غذا بخور. آخه کمی به خودت برس عزیزم. اوه خانم ایلیماس، اومدی اینجا و پاتو سر پات انداختی و نشستی؟ آره. میخوای بگم برات قهوه و چایم بیارن که بخوری؟ میگم که چای قهوه رو خودت بخور، ولی پسری که تو شکم منه پسرموی بچته. خب نمیدونم. ها مال من رسید، بیار خودم برمیدارم. ها ممنونم. دختر تو هم یه قاشق میخوری؟ ها ببین من حاملم، نشه پوست بچت مثل این داغ داغ بشه. آه خدایا، قسم میخورم دارم عقلمو از دست میدم، به خدا دارم دیوونه میشم. احمق بیشور. آه خدایا خیلی لذت بردم. آه اینجا بشینم برام بهتره. اوه ببین همه چی درست شد. انقدر تحریکشون میکنم تا بالاخره همشون جونشون درد. امروز این خونه فقط برای منه. فردا با این زبونی که مادرت داره این مزرعه هم مال من میشه. آه آی این چه وضعیه مامانی، چه وضعیه. تو چی میگی؟ فکر میکنی من اونو آوردم اینجا؟ ها بهم نگاه کن مامان، من نمیتونم این زن رو تحمل کنم، فهمیدی؟ مگه نشنیدی حرفاشو؟ اصلا حریفش نیستم مامان، به خدا قسم میخورم این زن آدم رو روانی میکنه. اون الان فکر میکنه برنده است، زبونش هم دراز شده. نگران نباش، خودم میشونمش سر جاش. تو میتونی بزنیش زمین؟ یه روزی کار میکنه که خودمون به نازان زنگ بزنیم، این زن مجبورمون میکنه که به نازان زنگ بزنیم. حالا میبینی. زود باش توپا بنداز، بنداز یه لحظه صبر کن. خب
زود باش بنداز، گفتم بنداز دیگه. عجله کن، زود باش بنداز، بنداز دیگه. زود باش بابا، زود باش. باشه دادش الان میندازم. زود باش، پاس بده، پاس بده. آه دادش جون. ناتان بیا اینجا ببینم دیگه، مثل مهمونو نشین اونجا، بلند شو دیگه. باشه اومدم. زود باش بابا، یکم تکون بخور. آفرین. زود باش. آفرین. زود باش، چمدوناتو باز کن. چقدر بد شد. حالا که برای همیشه اومدی نذارش بین بقیه چمدونا، یه وقت کنه نشه. دختر این جنسش ابریشمه؟ به خدا آدم حتی دلش نمیاد اینو بپوشه. آی گنجو ببین دختر، ببین این لباسای تو هم مثل گنج میمونه. آی وقتی اینو بپوشم مثل ملکه ثریا میشم. دختر راستشو بگو، این لباساتو چند خریده بودی؟ آی چی شد ببینم؟ چرا داری سقفو نگاه میکنی؟ خوشت نیومد؟ حسودیت میشه؟ نه همینجوری داشتم نگاه میکردم. به چی داشتی نگاه میکردی؟ به سقف نمزده خونمون، یا به ستونا و دیوارای پوسیدش، یا به سوختگی های قالیمون؟ داشتی به کدومشون نگاه میکردی؟ زن تو داشت، فقط همینجوری داشتم نگاه میکردم. زود باش زیاد نگاه نکن، به جاش لباساتو مرتب کن، اینجا کسی نوکرت نیست. زن تو داشت، خواهش میکنم یه بار به داداشم زنگ بزن، شاید الان آروم شده باشه و عصبانی نباشه، بتونیم منصرفش کنیم. ببینم الان به حرفی که میگی خودت هم باور داری؟ زود باش، زود باش، زیاد حرف نزن، اون تشک رو بردار ببر، ببرش تو اون اتاق واسه خودت پهنش کن. زن داداش تشک رو گفتی چیکارش کنم؟ خب میبریش میذاریش تو آفتاب. دختر نمیدونی تشک واسه چیه؟ خب میخوایی ندیگه. یعنی میگم زشته، توشک و من ببرم و روش بخوابم، ها من تو اتاق حازم یه جایی پیدا میکنم و میخوابم. ناسان جون اینجا مزرعه نیست که اتاقای جدا داشته باشی. میخوای تو اتاق حازم بخوابی؟ خدا رو شکر کن که نمیفرستمت پهلوی داداشت. حازم اصلا اتاق نداره عزیزم. نداره؟ نداره. ای بابا ما اینجا تخت خواب نداریم نازان خانم، فقط باید بری رو زمین تشکتو پنگ کنی و راحت بگیری بخوابی. حازمم تو این خونه اصلا اتاق و تخت خواب نداره. خب پس حازم کجا میخوابه؟ رو سقف خونه میخوابه. رو سقف میخوابه یعنی چی؟ رو مبل میخوابه، رو مبل. رو تخت خواب فقط من و داداشت میخوابیم، تو هم میری پیش دخترا با دخترا میخوابی. نه نه دیگه، من و دخترا چجوری تو اون اتاق روی یه تخت جا بشیم عزیزم؟ اگه دوست نداری ما بهت جا میدیم، میذاریم تو بغلمون. نازان جون چی شد؟ خوشت نیومد؟ آه البته بهت بر میخوره دیگه، فقط خداست که یه رنگ میمونه. داداشت انقدر داد میزد پول بفرست براش، نمیفرستادی. ببین اگه پول میفرستادی الان رو توشک نه بلکه روی تخت خواب میخوابیدی عزیزم. نه از خدا بترسن داداش، من براتون خیلی پول فرستادم، خیلی. چرا نمیگی که پولا رو قمار زد؟ زود باش دختر، زود باش، زود باش. آی آی داری چی کار میکنی؟ برین کنار یه دقیقه بشینین دیگه. اینو بگیر. این دیگه چی؟ آه عزیزم ببین به این سیب زمینی میگن، برادرزادت هم بهش میگه سیب. خوبه ولی من چیه؟ زود باش، زود باش، ناز نکن، بره آروم آروم. گذشته ای که فراموش کرده بودی یادت میاد، نگران نباش عزیزم. شما دارین چی کار میکنین؟ زود باشین این اسباب بازیتون رو جمع کنین دیگه، همه جا رو به هم ریختین. میگم که من امشب میام دنبال تو، همه چیزو شروع میکنیم. شروع میکنیم. نور وقتی به یه بمب دست بزنیم منفجر میشه، میدونی که؟ میدونم منظورتون چیه، از خودم مطمئنم که چی میخوام. خب اگه مطمئنی چرا
جوری رفتار میکنی انگار رو سرت یه تفنگو گرفتن. معذرت میخوام، قصد بدی نداشتم. امروز برام روز خیلی سختی بوده. آخه میدونین چون تصمیمی که گرفتم واسه من یه تصمیم خیلی ساده نبوده. میدونی اگه بخوای میتونی از تصمیمت منصرف شی. وقتی این حالتو میبینم خودمو مسئول میدونم که بهت گوش زد کنم. من تصمیم خودمو گرفتم و این یه تصمیم درسته. نمیخوام شما از من ناراحت بشین. قول میدم موقعی غذا حالم خوب بشه. پس بعد این من و شما نه. اگه قول بدی که تو بگی نور این مشکلمون حل میشه. باشه، حالا که اینجوریه من میرم. تصادف عجیبی. خوشحالم که امروز قبولم کردی. منم اومده بودم بهت تبریک بگم. فکر میکردم که الان شرکت باشین آزال خانم. اومدنم به اینجا جزی از کارمه آقا کریم. مدل مشهور شرکتمون اجاره نشین رئیسمون شده. وظیفمه حالتونو بپرسم، اینکه چیزی لازم دارین یا نه. حتی باید باهاتون حرف بزنم درباره آیندتون. همه اینا به عنوان معاونتون وظیفه منه. حالا که اینجوریه خوش اومدین هازار خانم، بفرمایی. آقا کریم، با دیدن من فکر کنم دیگه نمیخواین برین. نه میرم. اوقات خوبی داشته باشی. نور، شب هم دیگر رو میبینیم. یعنی قرار ملاقات دارین؟ راستش اینو نمیدونستم. در مورد کاروبار که نیست. آره نیست. با هم میریم شام خوردن. قدمای جسورانه. به نظرم تو به یه مدیر خوب نیاز داری. خب آژانس همیشه در اختیارمه. نه، مدیر خصوصی بهتره. مدیر خصوصی واسه چی؟ بعد این که به اون خبر زشت اسمت بد در رفت و اینکه امشب قراره بری با رئیست غذا خوردن، فهمیدم نمیتونی این کارو بکنی. هازال خانم، به نظرم شما در مورد زندگی شخصی من انقدر نگران نباشین و زیاد بهش فکر نکنین. من خودم خیلی خوب میدونم که با کی کی و کجا برم غذا خورده. وقتی تو اینجوری میگی زیاد حرف زدیم نزدیک بود یادم بره. خونه جدیدت مبارک باشه نور جون. آرزو میکنم این خونه برات کلی آرامش و یه دنیا خوبی بیاره. ازت ممنونم. از این که میدونم این عادتته که پشت سر هر جمله کنایی بزنی، مطمئنم که فکر کنم میتونم بین حرفات حرفای خوبیم پیدا کنم. ولی به هر حال بازم ممنونم. خب حالا بازش کن. خیلی خوشگله. ازت ممنونم. واقعا عالی. این آینه کلاسیکه. اگه خواستی بذارش تو اتاق خوابت. برا من فرقی نداره. به نظرم جاش اینجا خیلی بهتر. ولی یه گوشه نذارش. دوست دارم اون آینه همیشه جلوی چشات باشه و خودتو هر روز توش ببینی تا اصالتتو فراموش نکنی. میدونم حرفاتو غیر مستقیم بهم میگی، اما من اون حرفای غیر مستقیم قبلی تو هنوز نفهمیدم که حالا بازم یکی دیگه گفتی. لازم نیست بفهمی. کافیه حرفامو فراموش نکنی. از من چرا انقدر نفرت داری؟
راستش خیلی نگران شدم. شایدم از تو نه، از چهرت متنفر باشم نور. شاید با دیدن تو یه نفر یادم بیاد. یعنی یه شخص مشهور. واقعا نگران شدم کی میتونه باشه؟ در حقتون چیکار کرده که اینقدر باهاش دشمن شدی؟ و حالا چرا هدفتون اون شخص نه، بلکه من شدم؟ سوالایی بدون جواب. شاید از کسی که باید بپرسی اون من نیستم. از این حرفا و نیش و کنایت دیگه خسته شدم. خودت تو آینه ببین، فقط یه بار تو آینه ببین. این زن حالش خوب نیست، کاملا دیوونه است. حاصل دیگه داری زیاده روی میکنی، دیگه داری صبرم و لبریز میکنی. حالا الان تو راهم، واسه شام میام، ولی قبلش باید برم یه جای دیگه. باید برم، نگران نباش، موقع شام خودمو میرسونم. خیلی که دیر نمی کنی، مرد سراغتو میگیره، به خاطر این دارم میپرسم. زود میام، نگران نباش. مرد سراغمو نگرفت ها؟ با مادرش وقت میگذرونه، رابطهشونم با هم خوبه، اصلا سراغی از تو نگرفت. مرد حالش خوبه؟ راستش از کنار مادرش تکون نمیخوره. منم اصلا وقت نکردم که از اجلال بپرسم. معلومه یه چیزی شده، از وقتی که اومده چهرش قرمز شده، فقط مادرشو صدا میزنه. راستش خیلی نگران شدم، تو نمیدونی چه شده. مطمئنم که مادرش حتما دلیلشو میدونه. خودت تو آینه ببین تا اصالت تو فراموش نکنی. مزخرفه. زود باش نو، یه ذره بخند. تصمیمی که گرفتی برای همه خوبه. این گلا برای توه، من درباره یه گل و هدیه زیاد سردر نمیارم. یعنی قبلن نه واسه تو و نه واسه کس دیگه گل نخریدم. گلای سرخ کوچیک قشنگی تو گل فروشی بود، ولی با خودم فکر کردم اینا رو بگیرم بهتره. یعنی تو حالا اینا رو شاید بزنی تو سرم، شاید جیغ بزنی و سر صدام بکنی، شاید بگی میخوای با دادن گل رو زخمام مرهم بذاری، ولی خب حقم داری. یعنی اینقدر احمق و بی تجربم نیستم که نفهمم با یه گل نمیشه. فقط من دلم خواست این کارو بکنم. یعنی شاید، خب نمیدونم، این کار منطقیم که نباشه، فکر کردم شاید بتونم حداقل بخندونمت. آه.
حالا که من با این گلا اومدم که بهت بگم، ولی تو فکر کنم داری میری بیرون، نه؟ بله دقیقا همینطوره. این گلا قشنگن ولی نمیخوام. تو این خونه هیچ چیزی تو رو نمیخوام. اینو میدونم که خیلی از دستم ناراحتی، ولی تو مال منی. این چی میشه؟ یکی مزخرف نگو، عجله دارم. این لباسا، این آرایش، این همه واسه یه مهمونی رسمی زیاد نیست؟ من کی گفتم یه مهمونی رسمیه؟ یعنی چی؟ یعنی چی که من نگفتم یه مهمونی ساده است؟ ببین، من فکر میکردم بیام و تو رو عصبانی کنم و با کارام بخندونمت، ولی تو داری الان منو عصبانی میکنی و میخندونی. سرنوشت منو ببین. اگه اینجوریه تو به خنده‌هات ادامه بده، به خاطر اینکه من باید برم. فکر کنم داری به یه مهمونی رسمی میری. فقط غذا میخوری. فقط غذا؟ یعنی چی که فقط غذا میخوری؟ مجبور نیستم به تو توضیح بدم. گفتم غذا. تموم شد. یگیت آروم باش، آروم باش یگیت. میخوای آهنگ گوش کنی؟ اخمی که تو چهرت داری چهره خانمی که تازه عاشق شده باشه را نشون نمیده. اگه ما را با این چهره اخمو ببینن، از همون روز اول میفهمن که بینمون مشکلی وجود داره. نور، معذرت میخوام، نمیدونم چه بلایی داره سرم میاد. از دیدن اون آدم عصبانی میشی، مخصوصا وقتی با اون گلا اومد. اگه فقط یه گل آوردنش انقدر تو را عصبانی میکنه، تو بازی که قرار را بندازه این مطمئن باش از همون اول میبازیم. حق با شماست. من مجبورم با خودم کنار بیام و حتما این کارو میکنم. بازم شما و شما. حق با توه نور. با این چهره غمگینی که تو داری، من واقعا خودمو، یعنی احساس خوبی ندارم. جوری معلوم میشه انگار دارم تو رو مجبور به این کار میکنم. معذرت میخوام، نمیخواستم همچین حسی داشته باشی. خوب میفهمم که دارم چی کار میکنم و این کار رو میکنم. ببین، من آرومم، کاملا آروم. فقط غذا میخوری. مجبور نیستم همه چیزو برات توضیح بدم. گفتم فقط غذا. تموم شد. این فکر رو نکن، این فکر رو نکن. لعنتی به هیچی فکر نکن. داری میری پیش بچه‌ت، به هیچی فکر نکن.
شب بخیر. ممنونم. الماس؟ چرا اینقدر رنگ روی خالم پریده؟ ببین به هم راست بگو، مشکلی که براش پیش نیومده. آی جاهد خستم کردی. من به خالت چی کار دارم عزیزم؟ نکنه فکر کردی میخوام بخورمش؟ والا اگه بگی هر ستامون میخوایم همدیگر رو بخوریم باور میکنم. راستش الان خیلی گشنمه، دوست دارم تو رو بخورم. زود باش، من آمادم. بریم. میخوام یه چیزی بهت بگم. راستش نفهمیدم تو چرا اینقدر آرایش کردی و لباس نو پوشیدی. تو که میدونی من نمیتونم برم بیرون. الماس، دکتر گفته نرو. اینجوری نکن دیگه، جاهد پایین غذا میدن. آره پایین غذا میدن. یه دقیقه، یعنی تو الان به خاطر غذای پایین اینجوری آماده شدی؟ آره یه خورده زیاد روی کردم، نه ولی اشکالی نداره. خب این اولین شامیه که با هم میخوریم عزیزم، اولین شامیه که سر سفره کوزانا میشینیم و میخوریم. بیا دیگه، بیا عزیزم. ببین الماس، نوش جونتون. با خودم گفتم غذا رو اینجا بیارن تا با کمال آرامش بخوریم. ازت ممنونم جاهد. خدا ازت راضی باشه. یعنی چون موقع غذا خوردن من تنها نباشم، تو هم با من اینجا غذا میخوری؟ یه جا، اونم تو اتاقی که اصلا میز نداره، سر میز مطالعه. از روز اول، روز اول بهت گفته بودم حتما من خلافکارم یا مریضم، تو قرنطینم که این کار رو با من میکنی؟ خب حالام، راستش خالم یه عالمه. تو جدی جدی تا وقتی که بچم به دنیا میاد میخوای منو تو این اتاق زندونی کنی؟ من اگه بیرونم نگاه نکنم شاید با خودت بگی چقدر آرامش داری. من میدونم که تو منو نمیخوای جاهد. تا حالا فکر میکردم که اونا منو نمیخوان، ولی تو هم منو نمیخواستی. یعنی اگه امکان داشت تو حتی بچه ما از شکمم میکشیدی بیرون تو از دستم راحت بشی. اینو ببین، داری با خودت چی میگی؟ چرا این حرفا رو میزنی؟ تو رو خود جاهد ول کن. راستش تو حتی منو لایق نمیدونی که برم سر اون سفره بشینم. منم اینجا دارم خیال پردازی میکنم. من نتونستم صاحب این مزرعه بشم، حتی نتونستم پدر و مادرم و سر سفره کوزانا بیارم. خیلی بدبختم. ببین الماس، راستش من نمیخوام جنگ و دعوا بشه، دارم سعی میکنم دوران حاملگیت به خوبی بگذره. سر هر چیزی قهر نکن. چرا این کارو میکنی؟ جاه تو بی خودی به خودت زحمت نده. میدونم تو چی هدفی داری. تو منو توی این اتاق فقط زندونی کردی جاه. خیلی خب پاشو، زود باش، پاشو پاشو، بلند شو بریم پایین و غذا بخوریم. من نفهمیدم که پایین چه خبره، زود باش پاشو. معلومه که گفتنش برای تو آسونه، معلومه رفتن و نشستن اونجا واسه تو عادیه، واسه تو دقیقا مثل شستن دست و صورتته، ولی برای من خیلی مهمه. من سالهای زیادی مثل گربه‌ای که به گوشت نگاه میکنه آرزوی اینو داشتم که یه روزی بتونم سر اون سفره بشینم. حالا اونجا واسه من یه جا هست. حتی اگه این کار به زورم باشه، به زورم که باشه، واسه من اونجا یه جا هست و من جامو هیچ وقت خالی نمیذارم. خیلی خوب باشه، با هم میریم پایین و غذا میخوریم. زود باش پاشو برو آماده شو. زود باش. زود باشه چی؟ همه یاروی شما خراب کردی، زود باشم میگی. اوف اوف، خدایا خواهش میکنم فقط همین امشب رو به خیر بگذرون. خواهش میکنم، خواهش میکنم. فرار چقدرم که تون میرم باز این راه تمومی نداره داداش. میگم یه وقت گم نشیم،
اینقدر سرمایه که اونا دارن و صد شطور عربی نمیتونه با خودش ببره، ولی میرن سر کوه و وقتشون رو میگذرونن آدمو یه دیوونه. میدونی داداش اینا اصلا عقل ندارن. به خدا آدم میره نزدیک پل بوغاز و خونه میخره. فکر کن اگه این ثروت کوزانا رو من میداشتم، حتما میرفتم یه قمارخونه را مینداختم. افش احمق، میشه زن داداشت اسمی از قمارخونه نبری یا فهمیدی چی گفتم؟ وگرنه قبرم رو میکنی. باشه فهمیدم. دیدی بچه چطور خوابش برد؟ راستش امروز زیاد خسته شده بود. دارین درباره ایلماس حرف میزنین؟ به نظرت باید الان به این حرفت بخندیم؟ واقعا آدم شوخ‌طبعی هست. زود باش دیگه، اعتراف کنین که هممون رو سورپرایز کرد. آدم زرنگی بوده، میگفت مثل ملکه ها برمیگردم، همین کارم کرد. آفرین بهش. آفرین بهش. چرا؟ نکنه تازگی ها با ایلماز وارد یه رابطه جدید شدی؟ چون براش اهمیت قائلم اینو میگم. به خاطر این گفتم که اگه یه روز با هم روبرو شدیم، آیتن خانم بعد از این خواهش میکنم مراقب حرف زدنتون باشین. وای بس دیگه، بس، تو رو خدا نذارین این غذا کوفتمون بشه، بس دیگه. نوش جون همتون خانواده کوزان. جاه جون مگه تو نگفتی زنت با ما سر یه سفره نمیشینه؟ جاهد بیا بریم اونجا بشینیم. جاهد آه داری با همون شوخی میکنی؟ ممنونم، خیلی ممنون. واقعا وقتی آدم اینجا میشینه و با شما هست خیلی احساس راحتی میکنه. جاهد چی شده؟ فکر کنم کسی حمله کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. بی وجدان کجایی؟ برادرای نازان اومده. فقط همین خرسا رو کم داشتیم. آزه بگو داداش. مادر زنمون دوستمون داشته، موقع غذا خوردن اومدی. آره کازم بیا بریم تو با هم حرف بزن. یه دقیقه جاهد، میرین داخل در مورد چی حرف بزنیم؟ ایلماز تو دخالت نکن. من دخالت نکنم؟ پس میخوای کی دخالت کنه؟ شوهرخوار، این زنی که داره حرف میزنه کیه؟ سب کن جونم، من بهت میگم. یه لحظه سب کن. خب بیا عزیزم. خب حالا شماها میفهمین که من کی هستم. من خانومه آینده شوهر خواهر قبلیتون میشم. حالا موضوع رو فهمیدین؟ این چی میگه شوهر خواهر؟ هنوزم داره شوهر خواهر میگه. شوهر خواهر؟ این خیلی بده به خدا. ببینم شما عقلتون درست کار نمیکنه یا که واقعا خنگین. ایلماس تو سر جات بشین. تو به خاطر این زن خواهرم آورده پشت در خونه انداختی یا رفتی ها؟ خازم درست حرف بزن. عزیزم اگه میخوای من میتونم بهت بگم که چرا خواهرتو فرستاد خونه. ببین مطمئنم برات تعریف کنم تو هم حتما خوشحال میشی. شوهر خارین داره چی میگه ها؟ چرا داره اینقدر مزخرف میگه؟ الماس بشین سر جاتو، منو عصبانی نکن. باشه میشینم، شما با شوهر آیندم تنها حرف بزنین و برای بچه‌ای که تو شکممه دعا کنین، وگرنه خوب میدونستم با شما چیکار کنم. احمق این زن داره چی میگه؟ بگو ببینم. زود باش. اینو ببین چجوری داره شخشونه میکشه. آرف بزن کسافه. خواستم فرهاد تو دیگه چجور مردی هستی؟ زود باش بیا کمک کن. ایلماس جون اگه میخوای تو هم بیا بشین سر جات، این رو که میبینی آدم های خوبی به نظر نمیاد. خدایا این دیگه چه وضعی، امشب دارم دیوونه میشم. ببین چجوری از گلوی شوهرم گرفتن، یکی از جاشم تکون نمیخوره. خدایا داداش ولش کن. غذاتونو بخوری. داداش چی کار میکنی؟ چرا تو باز تو ولش کن؟ کنار داری میکشیش. گفتم ولش کن خرس گنده. ولش کن دیگه. ولش کن دیگه با تو هم. ولش کن خرس گنده. ببینید کی اینجاست. خیلی خوش اومدی. نفس بکش عزیزم، نفس بکش. کاظم چاکن و نازم به درد نخور. داشتگی زشته به خدا. خفه شو، دنبالم بیای. موسیقی
خیلی زشته والا. اگه ایگید نمیرسید جاهدا جلوی چشممون میکشتن. آره عزیزم آره. زود بشین. اگه کسی تا حالا اشتهاش کور نشده میتونه بازم بخوره. خب این خیلی واضحه، این وظیفتونه که دلیلشو بپرسید. بهتون حق میدم، البته خب داداشین دیگه. آره ولی ما میخوایم بهتون توضیح بدیم، اینم وظیفه خواهرتونه دیگه. مرد صداش در نمیاد، نازان حرف میزنه. مال ما اینجوریه. آقای گیت واقعا کار خیلی زشتیه، اونم بعد 20 سال زندگی مشترک. خواهرمو که قبلا مثل یه گل تر و تازه بود و پشت در خونه داداشش ول میکنه و میره، خیلی زشته. پس دوست داشتید پشت در مسجد ولش میکرد؟ هیچ کس نمیفهمید که اینجوری میشه. چی کار کنیم؟ تا حالا اگه شوهر خواهر میگفتم به خاطر گل روی تو بود. ببین شازده این کار عاقبت نداره. خوب ببین اونجا سر سفرتون به جای خواهرم الان یه زن دیگه اومده. با غرور میگه شوهر آیندمه. میگه تو شکمم بچه دارم، این چطور امکان داره؟ جاهد اگه میخوای تو هم میتونی حرف بزنی. ببینین من چیزی رو که باید به خواهرتون میگفتم گفتم، با شما هم هیچ حرفی ندارم، هیچ بدهی هم بهش ندارم که بدم. یعنی داری میگی هیچ حساب کتاب تو با ما نداری؟ ما به خاطر حساب کتاب اومده بودیم. والا ما هیچ وقت بی دلیل دختر رو طلاق نمیدیم ها. من و شما ها یه وقتایی یه جا زندگی نمیکردیم ها. توی میدون با یه توپ با هم فوتبال بازی نمیکردیم ها. همون موقع هم من از شماها خوشم نمیومد. داداشی گید چیزی گفتی؟ گفتم خدا بهتون بده، خدا بهتون بده. من میگم خدا اول به شما بده، اون وقت شما بیاین به ما بدین. نمیتونین اینجوری دختر رو بندازین پشت درو بری. تو میدونی که مسئولیت چند نفر نونخور الان گردن منه. هی کاظم ببین اعصاب منو به هم نریز. تا حالا چند تا خونه براتون گرفتم، حتی سندش هم بهتون دادم. شما چیکار کردین؟ بگین شماها چیکار کردین؟ فروختین و پولشو یه جا خوردین. حالا هم دیگه اون روزا گذشته، بعد از این نمیدم. میفهمی چی میگم؟ بعد از این یه لیرم بهتون نمیدم. باشه آقا جاهد، ما منقدر بی غیرت و بیا برونی سیم فوقش میدیم ازش شکایت میکنی. داداش میگم چطوره که به وکیلمون زنگ بزنی؟ این دیگه چه کاریه؟ داری مسخرمون میکنی؟ آهاهاهاها زشته داداشی گی. ببینم گناه ما این وسط چیه ها؟ نازان چه گناهی داشت که همتون با هم یه جا دشمنش شدی؟ اینو از من نه، برو از خواهرت بپرس، خودش همه چیو بهتون میگه. مطمئنم براتون خیلی میتونه جالب باشه، هرچند شماها حرف مفت زیاد دوست دارین. این همه وقت با آبروی خواهرم بازی کردی شازده کوچولو. قصه جدید تو هم همینجا رو شد شوهر خواهر. نو اومد به بازار، کهنه شد دل آزار، جوونتر و خوشگلترشو پیدا کردی. ها هر چیزی قیمت و یه بهایی داره، اینطور نیست؟ کاظم فکر کنم تو اصلا به حرفم گوش نمیدی. ببین دارم بهت چی میگم، بعد از این 5 لیرم بهت نمیدم. شنیدی چی گفتم؟ 5 لیره. همه طلاهاشم فردا راننده براتون میاره، همش مال شماها. حق خواهرتونم بهش بدین، همینو بس، فهمیدین؟ فردا تو؟ حالا که اینجاییم الان میگیریم، راننده براش زحمت میشه. شش آه خب جفت داداشا کاظم و نازم حرف زدیم و به تفاهم رسیدیم، بس دیگه کافیه، زود باشین برین دیگه. به خاطر نون و نمکی که تو این سالا با هم خوردیم اومدم و الانم بی سر صدا بر میکردم، ولی بدون حرف منو تو اینجا تموم نمیشه جاهد جو. باید راجع به این مسئله بشینیم و حرف بزنیم. اگه به نتیجه ای نرسیدیم قانون که هست، نفقه داره، بیا و برو داره بهش فکر کن. چون خواهرم بچه مچه نداره، با خودت فکر نکن که نفقم نداره. اینو تو کلت فرو کن، بهتره بریم. بریم داداش. بالاخره رفتن. ما هممون یه خانواده ایم، ولی شما ما رو اصلا دوست ندارین.
کارای اون احمقا رو دیدین؟ الو آیتن خانم، دارم به شما میگم. داداشای دردونش رو دیدین؟ آدم اونا رو که میبینه ازشون چیزی نپرسه دلش میترکه. بگین از چیمون خوشتون نیومد؟ یه چیزی هم طلب کرن.